يلا. بسم الله أرجي. شام ممنون. من نگرانم. برای پدرم. حق دارید نگران باشی. من خب چیکار میشه که؟ هیچ وقت خودمو نمیبخشم. شما اصلا آمادگی نداشتین تو این وضعیت گرفتار بشی. اینو خودم بهتر تشخیص میدم. سلام. سلام. ببخشید شاگرد نمیخواین؟ بیا تو. سلام آبجی، دانشگاه قبول شده. بهت نگفته بودم من میام اینجا؟ گفته بودن. پس چرا انقدر هول شدی؟ فکر نمی‌کردم بپری تو بغلم. عادی برخورد کردن یعنی همین دیگه. مثلا من آبجی تو اینجا دانشجوام. شوهرت خونه نیست؟ شوهرم؟ مثلا رفته سر کار. خوشویی. فردا یکی دیگه میاد اینجا. اون برادرته. مثلا اسمش مهرانه. از پدرت خبر نداری؟ نه. بهتر. مشی سازمان اینه که تا میتونی رابطت با خانوادت قطع کنی. باید سعی کنی وابستگی عاطفی به هیچ کس و هیچ چیزی نداشته باشی. این وابستگی میتونه هم موقعیت خودتو به خطر بندازه هم دیگران. خیلی چیزا رو باید یاد بگیری. خیلی چیزا رو. اینجا آشپزخونه هست؟ چرا گشنمه؟ یکم برنج اینجا هست. شما بلد این درست کنی؟ تو بلد نیستی؟ واقعا ترکان خونه و اون همه ناز و نعمت کار کمی نبوده. اصلا برام مهمی است. شایدم. اما کسی که دست به سیاه‌سفید نزده یهو پرتاب میشه تو جریان یه مبارزه. اونم از نوع چریکیش.
بدون هیچ آموزشی. کاملا درکت میکنم، خیلی داری مشقت میکشی. ببینم تو هنوزم عضو انجمن حمایت از حیوانایی؟ بله. مشکلی براتون پیش اومده؟ بله. یه کسی پا گذاشته رو دومم. دومتونو جمع کنین، کسی کاری باهاتون نداره. تو میدونی الان داری با مسئولت حرف میزنی؟ وقتی به کسی توهین میکنین منتظر جوابشم باشین. من خوی اشرافی دارم، تو ناز و نعمت بزرگ شدم، خیلی هم خوشگذرونم. یه اشکال دیگه هم دارم، سخت انتقام جوام. یعنی اگه کسی به هم توهین کنه واسه جواب دادم بهش اصلا به خودم تردید راه نمیدم. حالا اون هر کی که میخواد باشه. خوبه، تو دقیقا همونی هستی که من میخوام. خسته نباش، چهار دسته قبضه شو بنویس برم گرد. بقیهش هم مال خودت. سلام. سلام. خدا رو شکر بالاخره پیداتون شد. دوباره به هم رسیدیم امیر آقا. دنیای کوچیکیه. و بقیه چه خبر؟ محمود، مراد؟ محمود که گیر افتاد. خبری ازش داریم؟ نتونست طاقت بیاره. باهاشون همکاری کرد. الان دیگه تقریبا یکی از بازجویاشون شده. شوهره چی؟ مراد شهید شد. چطوری؟ چند روز بعد از اینکه خونه تیم رو تخلیه کردیم یه پلیس بهش مشکوک میشه، ظاهرا با هم درگیر میشن. زخمی اومد پیش من، منم بردمش پیش دکتر، اما اون بزدل نتونست، یعنی نخواست براش کاری بکنه. منم مجبور شدم بکشمش. من دیگه باید برم، ممکنه برگردم دیر وقت. چطور تونسته شوهرشو بکشه؟ دوستش نداشته؟ میخواست شکنجه نشه. شاید بعد از شکنجه زنده میموند. نمیخواست زنده دستگیر بشه. چرا از اون دفاع میکنی؟ حق نداشته به جای اون تصمیم بگیره. با خودش سیانور داشت، نداشت؟ اگه سیانور نخورده دستگیر میشد؟
ممکن هجون عده بیشتری به خطر بیافته. آدم وقتی کسی رو دوست داره به این چیزا فکر نمی کنه. سلام. بیا بالا. چرا نمیای؟ اسمم مهرانه. میدونم. منم امیرم. خوش اومدی. یا الله. بیا تو. یه زن اینجا هست؟ آره، یه مطلب تهیه. خانومته؟ نه، خواهرته. سردته؟ نه. بشی. همیشه جا خوبه مال خانم هست. چایی میخوری؟ زحمتت میشه. سلام. سلام. داشتونم اومده؟ بله، صداشو شنیده. ببخشید. این مال شماست. حلقه ازدواجه. برای اینکه عادی سازی بشه، متوجه این که خیالتون راحت، سوء تفاهم نمیشه. Thank you.
چته؟ به تو ربطی نداره. سلام آبجی. سلام. این فشنگا رو باید بذاری تو لباس یک کسی به نام الیاس مختاری. چلو پنجه؟ آره، اینم اعلامیه جدید سازمانه. ببینم آرم سازمان چرا آیه نداره؟ داش چی بود؟ فضل الله نداشت؟ من اسلحه ندارم. فعلا بهش احتیاج نداری. میخوای من سبزی ها رو پاک کنم؟ جریان این اعلامیه چیه؟ چرا آیه قرآن از آرمش حذف کردین؟ یعنی تو نفهمیدی؟ نه. به خاطر اینکه قراره انداخته بشه تو سفارتخونه های خارجی. نمیخوایم دستشون با آیه قرآن بخوره. حالا من یه سوال از تو دارم. این درسته که تو با یه دختر نامحرم یه جا باشی؟ این خواسته ای من نیست. باهاش ازدواج کن. فکرش هم نکنی. چرا؟ من فقط مسئول اونم. همین. ببین امیر، تو باید نشون بدی داری برای خدا کار میکنی. تشکیلات به این کارتو احتیاج داره. من نمیتونم این کارو بکنم. موضوع نرگسه. آره؟ امیر، یا تو باید مثل مارکسیستا یه مبارز خوب باشی یا یه بچه مذهبی خوب. تو هیچ کدومش نیستی. تو هنوز اونقدر اخلاص نداری که این اداهای وفاداری تو بذاری کنار و وظیفه تشکیلاتی تو انجام بدی. بذارید یه چیزی بهتون بگم. من روزی که میخواستم بیام تو سازمان با خودم یه شرط کردم. اونم اینه که تا جایی با اتون باشم که مجبور نشم پا رو عقلم بذارم. خیلی خوب. با اینکه حق با منه ولی مهم نیست. خودت بهش میرسی.
اما موضوع دوم، مهران. لابد متوجه رفتارش شدی. اون اطلاعات زیادی داره. اگه لو بره خیلی ها رو میشناسه. یعنی ناچاریم، ولی من مطمئنم که اون اجره شهیدو میبره. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. یا الله، سلام. سلام، چی کار میکنی؟ جز بس گفتم باید تایپش کنم. مهران میدونین کجاست؟ از صبح از اتاق بیرون نیومده، نهارم نخورد. هیچی از آرمان نمیفهمن، هیچی. باید جیبت پر پول باشه تا احساس امنیت کنن، وگه نه میذارنت میرن. یه نمایشگاه ماشین داشتم، وزم خوب بود. وقتی شرایط بچه های سازمان رو دیدم فروختم، دادم بهشون. گذشت. سازمان بازم پول میخواست،
به بهونه کسب و کار خونم هم فروختم. مریم زنم لج بسته بود که پولا رو چی کار میکنی، فکر کرده بود قمار میکنم یا هیچ چیزی رو دارم ازش قایم میکنم. وقتی تاس آدم بد نشست بد نشسته. توی یه خونه کوچیک اجاره‌ای بودیم، دیگه دخلی نداشتم، مجبور بودیم طلاهارم بفروشیم و بخوریم. چه کار باس میکردم؟ سر 6 ماه اونم تمام شد. من میتونستم تحمل کنم چون میدونستم دارم چه کار میکنم، اما اون فقط یه زن معمولی بود. کمر آدم رو هیچ چی تا نمی کنه الا یه زن. خلاصه راحتت کنم، بچه ما برداشت رفت. در این شب سر بیدارم و بس دلتنگ تو هم.